بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان خوبم سلام و روز بخیر. ابوالفضل گیلک هستم، مؤلف کتاب ریاضیات گسسته انتشارات راهیان ارشد با حل سوالات آزمون ارشد سال 1400 درس ریاضیات گسسته در خدمت دوستان خوبم هستم. بریم به سراغ سوالات رشته آیتی. اولین مسئله آیتی یک مسئله شمارشی هست. اعداد از 1 تا 7 رو در نظر بگیرید. زیر مجموعه های مختلف این اعداد رو تصور کنید. البته خب توهی منظورم نیست دیگه. و اون هر زیر مجموعه‌ای که در نظر میگیرید اعدادش رو در هم ضرب کنید. میخوایم ببینیم چند تا حاصل ضرب مختلف به وجود میاد. دقت کنید، تعداد زیر مجموعه ها نمیتونه به ما کمک کنه، به خاطر اینکه خیلی از این زیر مجموعه ها عدد یکسانی رو به وجود میارن. مثلا 2 و 6 رو اگر در نظر بگیرید، مجموعه 2 و 6 حاصل ضرب 12 رو به وجود میاره. مجموعه 3 و 4 هم دوباره حاصل ضربشون عدد 12 رو به وجود میاره. پس تعداد زیر مجموعه ها به درد ما نمیخوره. ما باید واقعا ببینیم از حاصل ضرب این اعداد چند تا عدد مختلف رو میشه ساخت. قطعا میریم سراغ تجزیه به اعداد اول. عدد 2 خودش یه عدد اوله، 3 یه عامل اوله، 5 و 7 عوامل اولی هستن خودشون و این کار رو خیلی ساده میکنه. اگر از 4 استفاده کنید، در واقع 2 ضرب در 2 استفاده کردید، یعنی 2 تا عامل 2 استفاده کردید. و 6 که خیلی نقش مهمی در حل این مسئله داره، اگر از 6 استفاده کنید، 2 و 3 حداقل یک بار به کار رفتن. 2 به توان 1، 3 به توان 1 در داخل 6 وجود داره. خب وقتی تمام اینها رو در هم ضرب میکنم به این عدد میرسم. ضرب تمام اینها در هم منو به 2 به توان 4، 3 به توان 2، 5 به توان 1، 7 به توان 1 میرسونه. ما نمیخوایم که از همشون حتما استفاده کنیم، بلکه از چند تاشون میخوایم استفاده کنیم. بنابراین در حاصل ضرب هایی که به وجود میاریم، توان عدد 2 میتونه 1 باشه، 2 باشه، 0 باشه، حتی تا 4 باشه. مثلا ممکنه من فقط از عدد 2 استفاده کنم، از زوجهای دیگه استفاده نکنم، از عددهای زوج دیگه. اون وقت در اون حاصل ضرب فقط 2 به توان 1 ظاهر میشه. میتونم کاری کنم که 2 به توان 2 ظاهر بشه، مثلا از عدد 4 استفاده کنم، یا 2 به توان 3 یا 2 به توان 4. بنابراین وقتی که به این دقت میکنم، متوجه میشم که برای آ 5 حالت مختلف وجود داره. آ میتونه از 0 تا 4 باشه. برای ب میتونه 0، 1 یا 2 باشه. توان 5 میتونه 0 یا 1 باشه. توان 7 هم میتونه 0 یا 1 باشه. بنابراین فعلا در اولین نگاه به نظر میاد که 5 حالت، ضرب در 3 حالت، ضرب در 2 حالت، ضرب در 2 حالت داریم. 5 ضرب در 3، ضرب در 2، ضرب در 2 تا انتخاب داریم که میشه 60 انتخاب مختلف، 60 حالت مختلف رو گویا میشه به وجود آورد. اما اینجا یه نکته کوچیکی هست که باید بهش دقت بکنید. اینکه عدد 6 عامل اول 2 و عامل اول 3 رو همزمان با هم وارد مسئله میکنه. این باعث میشه که اگر شما بخواید 2 به توان 4 داشته باشید، یعنی اگر بخواید از تمام 2ها ظاهر بشه در حاصل ضرب شما، مجبورید 3 رو هم داشته باشید. چون اگر میخواید 4 تا 2 به وجود بیاد، مجبورید از 2، از 4 و از 6 استفاده کنید. 6 به همراه خودش یه دونه 3 هم وارد میکنه. بنابراین نمیشه که توان 2 4 باشه اما توان 3 0 باشه. این حالت غیر ممکنه. 4 حالت غیر ممکن اینجا حذف میشن. کدوما؟ 2 به توان 4، 3 به توان 0 و 5 به هر توانی که میخواد باشه 0 یا 1، 7 به توان 0 یا 1. اینا 4 حالت مختلف هستند. 2 به توان 4، ضرب در 3 به توان 0، ضرب در 5 به توان 0 یا 1، 7 به توان 0 یا 1.
این چهار حالت امکان نداره به وجود بیان. یعنی امکان نداره توان دو چهار باشه، توان سه صفر باشه. به همین شکل اگر شما از تمام سه ها بخواید استفاده کنید، مثلا اگر بخواید سه به بیشترین حد خودش برسه، یعنی بخواید سه به توان دو برسه، اون وقت چهار عدد دو نمیتونه صفر باشه. چون اگر بخواید تمام سه ها وارد معرکه بشن، باید از سه و از شیش استفاده کنید. شیش به همراه خودش یه دونه دو میاره. بنابراین اگر سه به بیشترین حد خودش برسه، دو نمیتونه صفر باشه. بنابراین چهار حالت غیر ممکن هم اینجا داریم. سه به توان دو، دو به توان صفر، پنج به توان حالا یا صفر یا یک، هفت به توان صفر یا یک. این چهار حالت رو باید حذف کنید، این چهار حالت رو هم باید حذف کنید. بنابراین از عدد 60 8 حالت رو باید کنار بذارید. از عدد 60 اون 8 حالت غیر ممکن رو کنار میذارید و به جواب میرسید که گزینه 3 هست. مسئله بعدی درباره دو تا گزاره منطقیه که میخوایم ببینیم اینا درست هستن یا نه. با یک نگاه به اولین جمله متوجه میشید که هیچ دلیلی نداره که این دوتا هم عرض باشن، هیچ رابطه منطقی بینشون وجود نداره. و فقط برای اینکه مطمئن بشیم یک مثال میزنیم که نشون بده این دوتا با هم عرض نیستن. یادآوری میکنم که گزاره شرطی صفر آنگاه صفر ارزشش یکه، صفر آنگاه یک ارزشش، اینا ارزششون یکه، یک آنگاه یک هم ارزشش یکه، اما یک آنگاه صفر این ارزشش صفره. خب حالا من این حالت رو برای مثال در نظر میگیرم. اگر مثلا کیو یک باشه ولی بقیه صفر باشن، اگر کیو ارزشش یک باشه، ترو باشه، ولی بقیه اتم ها صفر باشن، اون وقت سمت راست و سمت چپ همچین وضعیت هایی دارن. اینجا بررسی میکنم، صفر این ارزشش یکه، این ارزشش یکه، یکانگاه یک ارزشش یکه، پس سمت چپ معتبره. سمت راست چطور؟ صفرانگاه صفر ارزشش یکه، یکانگاه صفر ارزشش صفره. اگر از یک به صفر برسی ارزش صفره. بنابراین جمله اول دو طرفش نشون دادم که در این حالت هم ارز نیستن، ارزششون فرق داره. جمله دوم یه خورده مثال قشنگتریه و معروفتره. ببینید، ما با اولا وقتی به شما میگن که یک عبارتی هم ارز ترو هست، ببینید وقتی میگن این جمله هم ارز ترو هست، یعنی این جمله، این نتیجه گیری باید یکی از قواعد استنتاج باشه، یه قاعده همیشه درست باشه. من میخوام ببینم آیا این نتیجه گیری یک نتیجه گیری همواره درسته، یکی از قوانینی هست که ما ازش استفاده میکنیم یا نه. درباره گزاره پیانگاه کیو ما دو تا قانون استنتاجی معروف داریم. یکیش اینه، اگر پیانگاه کیو رو داشته باشیم و پی رو هم داشته باشیم، میشه ازش کیو رو نتیجه گرفت. این یه قانون استنتاجه، میگه با داشتن پیانگاه کیو و داشتن پی میتوانی استنتاج کنی کیو را. برای اگر چون این عبارتی به من بدن، میگم بله این عبارت یک قانون همواره درسته، یعنی این عبارت تاتولوژیه، همواره درسته. یه قانون دیگه استنتاجی با گزاره شرطی اینه که نقیض جمله دوم رو داشته باشیم، پیانگاه کیو رو داشته باشیم، نقیض کیو رو داشته باشیم، بعد ازش میشه نقیض پ رو نتیجه گرفت. اگر دومی رخ ندهد، اولی هم رخ نمیدهد. پس نقیض کیو نتیجه بدهد نقیض پ. اینم اگر میگفت، میگفتم این یه قاعده استنتاجه و تاتولوژیه یه قاعده. اما چیزای غیر از این دوتا که شبیه اینا باشن نادرستن دیگه، همواره درست نیستن. مثلا چیزی که در این سوال به ما داده اینه که از پی آنگاه کیو و نقیض پی نتیجه گرفته نقیض کیو، از پی آنگاه کیو و نقیض پی نتیجه گرفته نقیض کیو، همچی قانونی نداریم و براحتی میشه نشون داد که این قانون همواره معتبر نیست.
مثلا حالتی رو در نظر بگیرید که پیانگاکیو رخ داده باشه، نقیزه پ هم رخ داده باشه، یعنی پ رو صفر بگیرید که نقیزه پ معتبر بشه، بعد کیو رو هم یک بگیرید، اون وقت ببینید چه اتفاقی میفته. اینجا صفر آنگاه یک یک گزاره معتبر، نقیزه پ هم معتبره چون خود پ رو صفر گرفتیم. پس این سمت اند یک و یک میشه یک، اما در سمت راست نقیزه کیو صفره. حالا کل این گزاره از یک به صفر رسیدن ارزشش صفره، تاتولوژی نیست. بنابراین هیچ کدوم از این دوتا جمله تاتولوژی نیستن، گزینه چار درسته، هیچ کدوم درست نیستن. درباره مسئله بعدی، مجموعه های شمارا و ناشمارا، ما مثال های معروف مجموعه های شمارا و ناشمارا رو در کتاب ریاضیات گسسته راهیان ارشد کاملا همه مثال های معروفش رو بیان کردیم. در مورد گزینه های این مسئله من یادآوری میکنم، ما میدونیم که مجموعه اعداد طبیعی، مجموعه اعداد صحیح، مجموعه زیر مجموعه های نامتناهی اعداد طبیعی، مثلا پرایم ها، زوج ها، فرد ها، هر مجموعه که زیر مجموعه n باشه و نامتناهی باشه، همه اینها شمارای نامتناهی هن. از رده شماراها هستن. مجموعه اعداد گویا مجموعه اعداد گویا به اندازه مجموعه اعداد طبیعی کاردینالشون ها، شاید ظاهرا فکر کنید اعداد گویا بیشترن، ولی ثابت کردیم که اعداد گویا و اعداد طبیعی و اعداد صحیح کاردینالشون برابره، همشون هم تعدادن و همشون شمارا هستن، شمارای نامتناهی. و فرقی نمی کنه چه شما بگید مجموعه اعداد گویا، چه بگید مجموعه اعداد گویایی که در فلان ناحیه قرار دارن، مثلا بین اعداد 0 تا 5 قرار دارن، فرق نمی کنه، بین دو عدد حقیقی مختلف. بنابراین اینها مثال هایی هستند از مجموعه های شمارا. پس الان بین این جملات مجموعه اعداد اول یه مجموعه شماراست. اما بریم سراغ ناشماراها. در مورد ناشماراها چیا بلدیم؟ یکی این که مجموعه اعداد حقیقی ناشماراست. مجموعه اعداد گنگ یه مجموعه ناشماراست. مجموعه اعداد گنگی که بین فلان دو عدد قرار دارند، مثلا بین عدد آ تا عدد بی قرار دارند، البته آ و بی باید دو تا عدد مختلف باشن، میدونید، مجموعه اعداد گنگی که در فلان محدوده قرار دارن، اینا ناشمارا هستن. یه مثال ناشماره دیگه که داریم اینه، همه زیر مجموعه های n، مجموعه همه زیر مجموعه های n، این به اندازه اعداد حقیقی عضو داره. برای اینا مثال های معروف ناشمارا هستن و بین جملاتی که الان به ما داده شده، مجموعه تمام زیر مجموعه های n مجموعه ناشماراست، پاور ست n ناشماراست. اعداد گنگ هم که ناشمارا هستن، اعداد گنگ بین فلان عدد تا فلان عدد هم ناشماراست. و این دوتا ناشمارا هستن، یکی از مثال ها شماراست، گزینه دو درست میشه. درباره پی n من خیلی لازمه که دقیق باشید، با دقت نکته‌ای که درباره پی ان در طول کلاس گفته شد و یاد استفاده کنید. ببینید، خود مجموعه اعداد طبیعی شماراست، خودش شماراست، کاردینالش ان صفره یا الف ناته، تعداد اعضاش الف ناته یا ناشماراست. مجموعه اعداد حقیقی هم ناشماراست و کاردینالش سیه، تعداد عدد اصلیش سیه، کاردینالتیش سیه. خب این دوتا که خب میدونید. حالا درباره زیر مجموعه های n، مجموعه همه زیر مجموعه های n تعداد اعضاش 2 به توان الفناته، 2 به توان الفنات با سی برابره، فرض پیوستار. برای پاورست n که شامل تمام زیر مجموعه های n
یه مجموعه ناشماراست، هرچند خود n شمارا بود. حالا پاور ست n از دو بخش تشکیل شده. اینجا میگم تمام زیر مجموعه های n. اما حالا پاور ست n رو میشه به دو بخش تفکیک کرد، یه بخش A، یه بخش B. بخش A زیر مجموعه های متناهی n. ببینید مجموعه همه زیر مجموعه های متناهی n که خودش کلی عضو داره، مثلا توهی رو داره، تک عضوی ها رو داره، مجموعه های دو عضوی رو داره، مجموعه های پنج عضوی رو داره، شیش عضوی رو داره، الی آخر. این قسمت شماراست، A یه مجموعه شماراست. مجموعه همه زیر مجموعه های نامتناهی n ناشماراست، درست شد؟ مثلا مجموعه ای که در اون تمام زیر مجموعه های نامتناهی n قرار داده شدن، مجموعه از دو به بعد، مجموعه اولها، مجموعه مضربای پنج، مجموعه عددهای زوج دو، چار، شیش، پنج، هشت، الاخر، مجموعه همه زیر مجموعه های نامتناهی n یه مجموعه ناشماراست. اما تک تک اینها شماران، مثلا مجموعه عدد اول خودش یه مجموعه شماراست، زیر مجموعه n دیگه، پس شماراست. اینا رو دقت کنید، دقیق باشید. بریم مسئله بعدی. مجموع رقم های این عدد رو میخوایم به دست بیاریم. اگر من مجموع رقم های یک عدد رو بخوام به دست بیارم، یکی از راهاش اینه که از بخش پذیری بر 9 کمک بگیرم. بچه ها ببینید، ما نمیتونیم واقعا مجموع همه رقم ها رو خودمون حساب بکنیم، شاید کار وقتگیری باشه، ولی درباره بخش پذیر بودن بر عدد 9 یه چیزی میدونیم. این اگر عددی بر 9 بخش پذیر باشد، مجموع رقمهایش بر 9 بخش پذیر است. مثلا عدد 981 چون به 9 بخش پذیره، رقماشو با هم جمع بزنید مضرب 9 به دست میاد. اگر از این یک گام برید بالاتر، مثلا اون عددتون از 9 کا یک گام بالاتر باشه، مجموع رقمهاش هم 9 کا به اضافه 1 میشه. ما خواهیم از این نکته استفاده کنیم. مثلا عدد 983 رقماشو با هم جمع بزنید، همون رقمای 981 هم دو واحد بیشتر دیگه. اگر مضربای 9 مجموع رقمهاشو 9 کا میشن، پس دو قدم بالاترش 9 کا به اضافه 2 میشه دیگه. از این نکته میخواییم من و شما کمک بگیریم برای که این مسئله رو حل کنیم. پس میام چیکار میکنیم؟ هم درباره صورت سوال هم و هم درباره گزینه ها به این فکر میکنیم که باقی مانده تقسیم بر 9 چنده. اگر دو تا عدد به پیمانه 9 با هم همنهشت باشن، مجموع رقم هاشون هم به پیمانه 9 همنهشت میشه. خب حالا شروع کنیم به این که این عدد وقتی بر 9 تقسیم میکنیم باقی ماندهش چنده. گزینه ها رو که به 9 تقسیم کنید باقی مانده ها مشخصه، اون که واضحه. مثلا من گزینه ها رو اینجا نوشتم دیگه، شما هم اون که کار راحتیه براتون. مثلا عدد 70 میشه 63 به علاوه 7، پس 9 کا به علاوه 7، این 72 هست به علاوه 5 قدم بالاتر، از مضرب 9 5 قدم بیشتره، این از مضرب 9 یه قدم بالاتره، یعنی 9 کا به اضافه 1، اینم خودش مضرب 9ه، یعنی 9 کا هست. برای این گزینه ها که باقی مانده تقسیم بر 9 شون مشخصه چنده و فرمتشون مشخصه، 9 کا به اضافه 7، 9 کا به اضافه 5 و الی. اما صورت سوال چطور؟ 25 فاکتوریل مضرب 9، این که بلدیم، چون در 25 فاکتوریل ضرب 1 2 3 تا 9 به بالا، 9 هم یکی از عددهایی که ضرب شده دیگه، بنابراین 25 فاکتوریل که مضرب 9 به 9 بخش پذیره. 1400 رو وقتی به 9 تقسیم میکنم میبینم که 9 تا 195 تا به اضافه 5، بنابراین 9 کا به اضافه 5، 9 کازگوند به اضافه 5، اینو کازگوند بگیرید. در مجموع وقتی این دو تا عدد با هم جمع میشن،
اون قسمت هایی که به 9 بخش پذیره را بذارید کنار، باقی مانده تقسیم بر 9ش میشه 5. بنابراین مجموع رقم هاشم باید به فرم 9 کاب اضافه 5 باشه. پس بین گزینه ها گزینه 2 درسته. مجموع رقم هاش فقط عدد 77 ممکنه باشه بین گزینه ها. پس هر وقت مجموع رقم های یک عدد رو خواستید به دست بیارید، یکی از راهاش اینه که بگید که باقی مانده تقسیم بر 9 رو بررسی میکنم. اگر باقی مانده تقسیم بر 9 یه عدد بشه 2، باقی مانده تقسیم بر 9 مجموع رقم هاش هم میشه 2 و از اینجا مسئله رو حل کنید. مسئله بعدی درباره رابطه پیش نیازیه. رابطه پیش نیاز بودن یه نوع رابطه ترتیبه. غیر از اینکه مثلا اگه تصور کنید هر درسی خودش پیش نیاز خودشه، اگر اینو بذارید کنار، در اینجا رابطه پیش نیاز بودن چند تا درس قرار مشخص بشه. طرح سوال گفته که اگر رابطه پیش نیاز بودن دروس به این صورت باشه، چند تا از یال ها هستن که اگر اونها رو حذف کنیم اشکالی پیش نمیاد، یعنی این برنامه درسی به هم نمیریزه، خراب نمیشه. خب مشخصه دیگه. ببینید هر وقت در نمودار حاسه یا نمودارهایی که رابطه ترتیب رو میخوان نشون بدن، ترتیب جزئی، اگر شما از A به B یال داشته باشید، از B به C هم یال داشته باشید، یعنی A باید قبل از B بیاد، B باید قبل از C بیاد، خود به خود معلوم میشه که A باید قبل از C بیاد. یعنی لازم نیست دیگه به شکل غیر مستقیم این یال رو داشته باشید. در نمودار حاسه هم ما اینو رعایت میکنیم. در نمودار حاسه روابط ترتیب جزئی، اگر مثلا از این نود به این نود یک یال داریم، از این نود به این نود یک یال داریم، اینو هم میدونیم که داریم، منتها رسمش نمیکنیم تا شکل شلوغ نشه خیلی. اونو دیگه لازم نیست رسم کنیم. بنابراین الان این یال ها در شکل من اضافه است، اینا رو دیگه لازم نیست بگم. وقتی به شکل غیر مستقیم به هم متصلن، لازم نیست به شکل مستقیم هم رابطه ترتیبشون معلوم بشه. وقتی به این شکلی که به ما داده نگاه میکنیم، متوجه میشیم که 5 تا از یال ها اضافی هن و قابل حذفن. من شکل صورت سوال رو اینجا نشون دادم. شکل صورت سوال یه چنین شکلیه. یالهای آبی رنگ قابل حذفن. در صورت سوال من از این به این یال دارم، از این به این یال دارم، پس این یال آبی رنگ دیگه لازم نیست. و اگر این یالهای آبی رنگ رو حذف کنید اشکالی پیش نمیاد، روابط ترتیب بازم گفته شده. بنابراین 5 تا از یال ها هستن که قابل حذفن. و بریم مسئله بعدی. درباره 3 تا جمله درباره گراف ها میخوایم صحبت بکنیم. جمله الف حکم معروفیه، هرچند ممکنه اثباتش طولانی باشه ولی حکم معروفیه. در بین گراف های ساده انرسی تعداد گراف های همبند بیشتر مساویه یا تعداد گراف های ناهمبند؟ تعداد گراف های ساده همبند بیشتره، بیشتر یا مساوی؟ علتشو یه خورده نمیخوام اثباتشو بگم، ولی علتشو میخوام بگم بهتون. اثبات دقیقشو نه، ولی یه خورده میخوام با مفهوم با این آشنا بشید. ببینید من اینجا تمام گراف های سرعسی رو دارم. چند تا گراف با سه تا رأس داریم، گراف ساده ها، جهت دار نه. چند تا گراف ساده با سه تا رأس داریم، گراف ساده طوق نداره، یال جهتدار نداره، اینا رو نداره. خب 8 تا کلا فرمولش یادتون باشه، اگر به من n تا نود بدی، اگر به من n تا نود بدی، بین هر جفت از نودها، یعنی ترکیب 2 از n، یعنی n در n منها 1/2، بین هر جفت از نودها من میتوانم یال داشته باشم یا نداشته باشم. این یال میتونه وجود داشته باشه، میتونه وجود نداشته باشه در گراف. بنابراین برای این یال 2 انتخاب دارم، برای این یال هم 2 انتخاب، برای این یال 2، برای این 2، برای این 2. اینی که تعداد کل گراف های انرأسی ساده برابر است با 2 به توان ترکیب 2 از n، یعنی 2 به توان n در n منها 1/2. این تعداد کل گراف های ساده انرسیه.
مثلا برای ستاره است کلن 8 تا گراف وجود داره که در این شکل دارید اینا رو، این گراف ها رو میبینید، 2 به توان 3، 8 تا. خب حالا این 8 تا 4 تاش ناهمبنده، 4 تاش همبنده. خب الان اینجا تعداد ناهمبندها با تعداد همبندها برای n مساوی 3 برابر شده. حالا دقت کنید، اگر من بخوام از گراف 3 رأسی برم به گراف 4 رأسی، خب اگر گراف همبند بخوای بسازی، پس اینا ببینید اینا گرافای ناهمبند 3 رأسی ان، اینا گرافای همبند 3 رأسی ان. اگر بخوایم بریم سراغ 4 رأسی، 4 رأسی همبند اگر بخوای کلی به وجود میاد. چطور؟ همبند 3 رأسی رو میشه به همبند 4 رأسی تبدیل کرد، اونم به کلی حالت مختلف. مثلا میتونی اینو به یکی از اینا متصل کنی، یا به دو تاشون متصل کنی، یا به سه تاشون. اینجا میتونه این نود رو به یه دونشون، یا به دو تاشون، یا به سه تاشون متصل، کلی حالتهای مختلف. پس همبندها کلی همبند جدید به وجود میارن، در ضمن ناهمبندها هم همبند به وجود میارن. یک گراف ناهمبند سه رأسی به من میدی، من میتونم از گراف ناهمبند سه رأسی به یک گراف همبند چهار رأسی برسم. مثلا هم این رو متصل کنم به گراف، هم این رو متصل. اون وقت هم از گراف های همبند میشه گراف همبند جدید ساخت، هم از گراف ناهمبند میشه گراف همبند جدید ساخت. اینه که تعداد همبند ها بیشتر از ناهمبند ها افزایش پیدا میکنه، علتش اینه. بسیار خب، پس بچه ها تعداد گراف های ساده همبند این رأسی از ساده ناهمبند این رأسی بزرگتر مساویه. جمله الف درسته. جمله ب درباره تعداد رأس برشی و یال برشی گفته تعداد در گراف ساده همبند تعداد رأس برشی بیشتر از یال برشی. خب این معلومه غلطه. مثلا این گراف رو در نظر بگیرید، این گراف الان همبنده، این یال برشیه، چون اگر حذفش کنید گراف ناهمبند میشه، میبینید؟ پس برشیه، یال برشی یالیه که اگر حذفش کنید گراف تعداد مؤلفه هاش افزایش پیدا کنه. یا تعریف دیگه‌ش اینه، یالی برشیه که تنها راه اتصال دو تا نود به هم باشه. یا تعریف دیگه‌ش اینه، یالی برشیه که در هیچ دوری شرکت نداشته باشه. اینه تمام یالهای این گراف الان برشی هن. خب پس این گراف کلی یال برشی داره. اما رأس برشی چطور؟ رأس برشی یعنی رأسی که اگر اون رأس رو حذف کنید، البته وقتی رأس رو حذف میکنید خود به خود یالهاش هم حذف میشه، اگر رأس رو حذف کنید گراف تعداد مؤلفه هاش بیشتر بشه، دو تیکه بشه، سه تیکه بشه. خب این رأس برشی نیست، اگر این رأس رو حذف کنید گراف ناهمبند نمیشه، ایناش این شکلی میشه، یه گراف همبنده. بازم این گراف فقط یک رأس برشی داره، رأس مرکزیش برشیه. رأس مرکزی رو اگر حذف کنید گراف ناهمبند میشه و تعداد مؤلفه‌هاش افزایش پیدا میکنه. بنابراین این جمله به غلطه. ما کلی یال برشی داشتیم ولی رأس برشی فقط یه دونه داشتیم اونجا تو اون مثال. بچه‌ها تعداد یال‌های برشی و رؤوس برشی اصلا قابل مقایسه نیستن، قانون ندارن. گاهی اینا بیشترن، گاهی اونا بیشترن. اینو یادتون باشه. جیم خیلی جمله معروفیه، بسیار بسیار جمله معروفیه. پس اولی درست بود، دومی غلط بود. جیم هم جمله درستیه. در هر گراف همبند اگر دو تا مسیر باشن که هر دو بلندترین مسیرها در اون گراف باشن، حتما باید رأس مشترک داشته باشن. بلندترین مسیرهای یک گراف ساده نمیتونن مسیرهای مجزا باشن. علتش چیه؟ گراف ساده همبند داده، دقت کنید شرط همبندی رو داشته باشه. مثلا فرض کنید مسیر از آ تا ب که 4 تا یال داره و مسیر از x به y که اونم 4 تا یال داره، هر دو جزء طولانی ترین مسیرهای گراف g باشن و
و فرض کنید برهان خلف که اشتراکی ندارن، از هم مجزان. خب گراف ما قرار همبند باشه، بنابراین این دوتا مسیر حالا خودشون اشتراک ندارن اشکال نداره، ولی باید از رأس آ بشه به رأس وای رسید در گراف همبند. بنابراین این دوتا مسیر باید یه جوری به هم متصل بشن، حالا یا با یک یال مستقیم یا با مجموعه ای از چند تا یال، یه مسیری باشه که این دوتا مسیر رو به هم متصل کنه، یه گوشه ای از این رو به یه گوشه ای از این متصل کنه. حالا من حداقل ممکن رو در نظر میگیرم، یعنی با یک یال. اون یک یال رو هر جا تصور کنید طولانی ترین مسیر جدیدی به دست میاد، بعد با فرضی که ما کردیم تناقض داره. ما فرض کردیم این مسیرهای به طول 4 طولانی ترین مسیرهای گراف باشن. الان گراف همبنده، باید این دوتا مسیر به هم متصل بشن یه جوری. اگر از اینجا اینا رو به هم متصل کنم، اینجا مثلا، اون وقت از وای تا بی یه مسیر طولانی تر به وجود اومده که تناقضه. قرار طولانی ترین مسیرها همون مسیرهای به طول 4 باشن. هر کاری کنید اون یال رو هر جا بذارید، میبینید از یه رأس به یه رأس دیگه یه مسیری طولانی تر از دوتا مسیر اول به دست میاد. بنابراین در گراف همبند امکان نداره مسیرهای طولانی رأس مجزا باشن. مثلا این حالت میشه پیش بیاد، مثلا اینکه در این گراف مسیرهای به طول 4 طولانی ترین مسیرها هستن، این یک مسیر به طول 4 و جزو طولانی ترین مسیرهای گرافه، اینم یه مسیر به طول 4، 1 2 3 4. و مسیرهای طولانی باید دست کم در یک رأس اشتراک داشته باشن در گراف چی؟ همبند، نه در گراف ناهمبند. بنابراین دو تا جمله درست داشتیم و جمله بعدی غلط بود. بریم سراغ سوالات مهندسی کامپیوتر. الف و ب، دوباره میخوایم درباره گزاره های الف و ب نظر بدیم که درستن یا نادرستن. بچه ها درباره این که سور وجودی یا سور کلی روی اند و اور پخش میشن یا نمیشن به قدر کافی توضیح دادم. همونطور که میدونید سور کلی رو روی اند میشه پخش کرد، میشه فاکتور گرفت، ولی سور جزئی رو روی ترکیب اند حق ندارید، میتونید پخش کنید ولی حق ندارید فاکتور بگیرید. یعنی الان این جمله که میگه وجود دارد ایکسی که پی ایکس و کیو ایکس، میشه از این نتیجه گرفت که وجود دارد ایکسی که پ و وجود دارد ایکسی که، بله این اشکال نداره، این قسمت درسته، اما فاکتورگیریش غلطه. یعنی از سمت راست حق ندارید به سمت چپ برسید، این غلطه. بنابراین الف چون دو طرفه نوشته شده غلطه، یا طرفش درست بود اگر فقط از این سمت مینوشت درست بود، ولی الان نادرسته. مثالش هم که دیگه بلدید، با اینو زیاد با هم صحبت کردیم در موردش، ولی برای دوستانی که نمیدونن بگم که مثال بزنم که چرا این درست نیست. مثلا اینو ببینید، در این مجموعه، یه مجموعه مثال بزنم براتون که عدد 2 رو داره و عدد 5 رو داره و عدد 15 رو داره و عدد 6 رو داره. خب در این مجموعه ایکسی وجود دارد که زوج باشد، بله. در این مجموعه ایکسی وجود دارد که مضرب 5 باشد، بله. آره، اما آیا در این مجموعه ایکسی وجود دارد که هم زوج باشد و هم مضرب 5 باشد؟ نه، نداریم. پس میبینید از این طرف سور وجودی رو حق ندارید فاکتور بگیرید از اند. سور وجودی با اور هیچ مشکلی نداره، اگر اینجا اور داشتیم هر دو طرف درست، از سمت راست به چپ، از چپ به راست درست، ولی با ترکیب اند فاکتورگیری از سور وجودی اشکال داره. بریم سراغ ب. در مورد جمله ب هم که قبلا تو کلاس با هم زیاد راجع به اینا صحبت کردیم، جمله ب این عبارت که میگه به ازای هر ایکسی از پ میشه به کیو رسید، معادل است با این که، ما اینو بلدیم، این عبارت معادل است با این که بگوییم اگر وجود داشته باشد ایکسی که پی ایکس، آنگاه وجود دارد ایکسی که کیو ایکس. اما
عذرخواهم معادل نمیشه ازش نتیجه گرفت. اما اینجا به ازای هر x نوشته، توی ب این طرف به ازای هر x نوشته، این غلطه. برای اینکه غلط بودن نتیجه‌گیری ب رو هم به چشمتون ببینید، من یه مثال میزنم براتون. این مجموعه رو در نظر بگیرید، مجموعه 0 1 تا 9. فرض کنید پی x یعنی x کمتر مساوی 2 و کیو x یعنی x کمتر مساوی 3 هست. پی x یعنی x کمتر مساوی 2، کیو x یعنی x کمتر مساوی 3 است. قبول دارید که در این مجموعه و در هر مجموعه از اعداد دیگه این درسته؟ برای هر xی اگر x کمتر مساوی 2 باشه کمتر مساوی 3 هم هست. آره، هر عددی که کمتر از 2 باشه کمتر از 3 هم هست. هر عددی که کمتر مساوی 2 باشه کمتر مساوی 3 هم هست. این درسته، پس این طرف درسته، عرض معتبره. اما سمت چپ وجود دارد xی که x کمتر مساوی 2 باشد؟ بله، این در این مجموعه xی وجود دارد که کمتر مساوی 2 باشد، پس این قسمت هم درست، یعنی ارزشش 1. اما این میگه به ازای هر x، نمیگه وجود دارد xی، میگه به ازای هر x x کمتر مساوی 3 است، یعنی همشون کمتر مساوی 3 هن. خب این نادرسته، این جمله نادرستیه. خب ترکیب یک آنگاه صفر ارزشش صفره، بعد ترکیب یک آنگاه صفر کلن ارزشش صفره، بنابراین ب نادرسته و مشکل ب اینطوری حل می شد که اینجا به ازای هر ایکس بعد می گفت که وجود دارد ایکسی، بعد اون وقت درست می شد. پس الف و ب هر دو نادرستند و گزینه 4 جواب ماست و میریم مسئله بعدی. مسئله بعدی چند تا مجموعه از دایره ها داده. دوباره میخوایم راجع به این صحبت کنیم که این مجموعه ها شمارا هستند یا ناشمارا. قبلش یه یادآوری کنم که مجموعه تمام نقاط صفحه، یعنی آر ضرب در آر، صفحه آر آر دو، صفحه دکارتی، مجموعه همه نقاط آر ضرب در آر، مجموعه آر ضرب در آر کاردینالش مثل آره، یعنی کاردینال آر ضرب در آر مثل کاردینال خود آره، یعنی ناشماراست، سی ناشماراست، یه مجموعه ناشماراست. اما کیو ضرب در کیو یعنی مجموعه نقاطی که مختصات عدد گویا داشته باشن، مختصاتشون عدد گویا باشه. کیو ضرب در کیو مثل خود مجموعه کیوه، یعنی الف نات شماراست. این از این یادآوری کنم. و همونطور که میدونید عددهای گویا در بین عددهای حقیقی چگالن، یعنی شما تو هر قسمتی، تو هر بازه کوچیکی یه عدد گویا حداقل وجود داره، بی نهایت وجود داره، میگم حالا حداقل یه دونه وجود داره. شما مثلا بین از عدد بین این عدد تا این عدد عدد گویا وجود داره، دوباره بین این عدد و این عدد یه عدد گویا وجود داره، تو هر منطقه‌ای شما بخواید یه عدد گویا تو منطقه وجود داره. حالا بریم سراغ این سه تا مجموعه و میخوایم راجع به این سه تا مجموعه از دایره ها صحبت کنیم که شماراست یا ناشمارا. مجموعه آ گفته دایره هایی که برخوردی با هم نداشته باشن و شعاعشون بزرگتر از صفر باشه، شعاعشون مثبت باشه و با هم تقاطع نداشته باشن. ما میتونم چون این مجموعه ای از دایره ها تصور کنم. یک مثالش اینه، نمیگم فقط این شکلی هن، ولی مثلا یک نمونه اینه که چون این دایره هایی رو در نظر بگیریم، به مرکز مبدأ با شعاهای مختلف، دایره ای به مرکز مبدأ شعاع مثلا یه سوم، شعاع رادیکال دو، شعاع پنج، شعاع پنج و دو دهم، شعاع با همه شعاها، حالا من دقیق نمیتونم بکشم، با تمام به ازای هر عدد مثبت، دقت کنید هر آر مثبت، یه دایره من اینجا دارم و دایره هام با هم برخورد نمی کنن چون مرکزشون همه یکسانه. پس مجموعه آ، یه مثال از مجموعه آ اینه. خب چند تا دایره اینجا دارم؟ به اندازه اعداد حقیقی مثبت. اعداد حقیقی مثبت شماران یا ناشمارا؟ ناشماران. مجموعه اعداد حقیقی، مجموعه اعداد حقیقی مثبت، مجموعه اعداد حقیقی از آ تا ب، همه اینا ناشماران، مجموعه ناشماراست.
بنابراین آ ناشمارا ممکن است باشد، مجموعه آ یه مثالش رو لااقل دیدیم که ناشمارا است، هم مثالای شمارا داره هم مثالای ناشمارا. حالا پس شمارا نیست لزومن. آ مثال شمارا هم داره ها، اگر همون مجموعه رو بگیرید، ولی فرض شرط بذارید که شعاها عدد گویا باشن، اون وقت تعدادشون به اندازه عدد گویای مثبت میشه، اون وقت شمارا هم میشن. ولی در حالت کلی دیگه نمیتونم بگم آ حتما شماراست. آ میتواند ناشمارا شود، پس جزء مجموعه های ما نیست. بریم سراغ بی و سی. بی و سی هر دوتا این شکلی هن که بی مجموعه دایره های نامتقاطع هست، یعنی دایره که با هم برخورد نکنن، برخوردی با هم نداشته باشن. سی مجموعه دایره های غیر هم پوشانه. ببینید این دایره و این دایره با هم برخورد نمی کنن، ولی همدیگر رو پوشوندن، یکیش رو اون یکی افتاده، یعنی که یکیش درون دیگری افتاده، ولی با هم برخورد ندارن ها. این دایره و این دایره تقاطع دارن، با هم برخورد دارن. خب حالا من از بی و سی برای که مثال بزنم برای بی و سی، دایره هایی رو در نظر میگیرم که نه برخورد داشته باشن نه همپوشانی داشته باشن، چون این مجموعه هایی مثال میزنم که هم برای بی بتونم حرف بزنم هم برای سی. خب در بی قرار دایره ها همه شعاعشون یک باشه، همشون به شعاع یک باشن. در سی قرار شعاعها مثبت باشه، لازم نیست شعاعها برابر باشه. هر دوی اینها مجموعه های شمارایی میشن. چرا؟ در مثلا اینو نگاه کنید، بی بی مجموعه ای از دایره های به شعاع یک که با هم برخورد ندارن، به تقاطع ندارن. مثلا یکیشو اینجا، من چند تایش رو کشیدم دیگه، همشو نمیتونم بکشم اینجا. اینجا فرض کنید که یه مجموعه از دایره هایی که شعاع همه این دایره ها یکه و تقاطع با هم ندارن، همدیگه رو قطع. خب از کجا من مطمئنم که اگر یه نفر تمام این دایره ها رو بکشه، تعداد این دایره ها از کجا مطمئنم شماراست؟ از اینجا ببینید اعداد گویا چگالن دیگه. در این منطقه داخل این دایره اینجا حتما یه مختصات گویا وجود داره، حتما میشه یه نقطه ای انتخاب کرد که x و y‌اش گویا باشن. در درون هر کدوم از این دایره ها، نمیگم مرکزش، ولی میگم در درون هر کدوم از این دایره ها حتما میشه یه نقطه ای با مختصات گویا پیدا کرد. پس تعداد این دایره ها به تعداد اون نقاط گویاست. اونا از کیو میان، پس تعدادشون شماراست، پس این دایره ها هم شمارا میشن، تعدادشون شماراست، پس مجموعه بی یه مجموعه شماراست. مجموعه سی هم باز با همین استدلال، در مجموعه سی فقط دایره ها شعاهاشون لزومن یک نیست، اشکال نداره، ولی بازم شعاهاشون مثبت دیگه. در درون هر دایره ای حتما من میتونم یه نقطه با مختصات عدد گویا پیدا کنم، چون اعداد گویا چگالن، یعنی شما در هر منطقه کوچیکی حتما میتونید یه ایکس گویا یه ایگرگ گویا پیدا بکنید، هر چقدرم کوچیک باشه. بنابراین دوباره چون این دایره ها با هم تقاطع که ندارن، هم پوشانی که ندارن، پس به ازای هر کدوم از این نقاط ما به هر دایره یکی از این نقاط رو داریم، اون نقاط از مجموعه کیو ضرب در کیو میان، پس تعدادشون شماراست. تازه همه کیو ضرب در کیو هم نمیشن، کلشون هم بودن تازه شمارا بودن، که تازه بعضی هاشون هستن. همه اعداد گویا رو که من اینجا ندارم، من از این منطقه فقط یه نقطه با مختصات گویا انتخاب کردم. به هر حال مجموعه کیو ضرب در کیو حتی اگر همشون هم اینجا ظاهر میشدن بازم یه مجموعه شمارا بود، بنابراین تعداد این دایره ها شماراست. به این ترتیب با این توضیحات بی و سی شمارا هستند. به عنوان یک توصیه بهتون میگم که بچه ها در فضاهای اقلیدوسی، یعنی مجموعه آر، آر دو، آر سه، آر چار، هر خانواده از مجموعه های مجزا که درون داشته باشن، یعنی مثلا دایره درون داره، در درونش یه منطقه ای قرار داره، فقط درون داشته باشن، مثلا خط نباشن،
هر خانواده از مجموعه های مجزا که درون داشته باشند تک تک شماران با همین استدلالی که الان بهتون گفتم، از درون هر کدومش یه نقطه با مختصات گویا انتخاب میکنید، بعد میگه تعداد گویا ها شماراست، تعداد اینا هم شمارا میشه. مسئله بعدی تعداد راه های افراز نامرتب. اینجا گفته افراز نامرتب یعنی ترتیب برام مهم نیست. پس مسئله از نوع ترتیب نیست، از نوع ترکیبه. میخوایم عدد 56 رو به مجموعی از اعداد 1 و 2 و 5 بنویسیم. مثلا میدونید در مورد عدد 5 اگر بخواید از 1 و 2 و 5 استفاده کنید، در مورد عدد مثلا 7 اگر بخواید 7 رو به شکل مجموعی از 1 و 2 و 5 بنویسید چند تا راه داره؟ یه راهش اینه که 7 تا دونه 1 استفاده کنیم، یه راهش اینه که 3 تا 2 و 1 دونه 1 استفاده کنیم، یه راهش اینه که 1 5 و 1 2 استفاده کنیم. ترتیبا مهم نیست برامون، فقط اینکه به چند حالت میشه این کارو کرد مهمه. خب برای عدد 56 اگر بخوایم تعداد این حالت‌ها رو بشموریم فرمولش چی میشه؟ همونطور که میدونید این کارو می‌کردیم دیگه. من یه سری مثلا وزنه‌های 1 کیلوگرمی دارم، یه سری وزنه 2 کیلوگرمی، یه سری وزنه 5 کیلوگرمی. با کمک این وزنه‌ها بدون مهم بودن ترتیبشون می‌خوام ببینم به چند حالت میشه یه تعداد از اینا انتخاب کرد که در مجموع 56 رو به من بده. خب اینا یه قدم یه قدم اضافه میشن. اگه از اینا میشه هیچی استفاده نکرد، میشه یه دونه استفاده کرد، میشه دو تا استفاده کرد، یعنی دو واحد افزایش بده کنم، میشه سه تا استفاده کرد، سه. اینا یه قدم یه قدم ما رو بالا میبرن. بنابراین x x2 x3 x4 x5 x6 و الی آخر. اینها مثلا وقتی یکی از اینا استفاده میکنی انگار دو تا دونه از اینا برداشتی. اینا بسته های دوتایی هن، اینا دو واحد اضافه میشن. بنابراین تابع مولدشون دو قدم توانش میره بالا. میشه از اینا هیچی استفاده نکرد، میشه یکی استفاده کرد که میشه دو واحد افزایش x2 x4 x6 الی آخر. اینا 5 تا 5 تا میرن بالا، 1 x5 x10 x15 الی آخر. خب همونطور که میدونید ما این توابع چند جمله‌ای رو می‌نویسیم، در هم ضرب می‌کنیم و در اون تابع به دنبال ضریب x به توان 56 می‌گردیم. حالا طراح سوال محاسباتش رو از ما نخواسته، فقط خود f(x) رو از ما خواسته. خب همونطور که میدونید جمع 1 به علاوه x به علاوه x2 به علاوه x3 الی آخر تا بی‌نهایت اگر باشه میشه جمله اول 1 منهای قدر نسبت. اینجا اینا یه دونه یه دونه افزایش بدیم، پس قدر نسبت x. تو بعدی جمله اول 1 منهای قدر نسبت، اینا دو واحد دو واحد توان داره اضافه میشه، پس هر بار در x2 دارن ضرب میشن، قدر نسبتشون x2. و آخری هم 1 روی 1 منهای x5. برای این صورت سوال گزینه صحیح f(x) درست این تابع است. ما در این تابع دنبال ضریب x به توان 56 بعد باشیم. مسئله شماره 48 یک مثال قشنگ و زیبا از نظریه اعداد. خوب دقت بکنید. به چند حالت می توانید زوج مرتب P و Q پیدا کنید که P عدد اول باشد، Q عدد اول باشد، 2 به توان 2 به علاوه P 2 به علاوه Q 2 هم عدد اول باشد. ما دنبال این هستیم که به چند حالت میشه این کارو کرد. پس بچه شرایط اینه P اول باشد، Q اول باشد، این عدد هم عدد اول باشد. خب ثابت میکنیم که دو انتخاب بیشتر نداره، یکی این که P رو باید 2 بگیریم، Q رو باید 3 بگیریم. حالا یا اینو 3 بگیریم اینو 2. نشون میدم که فقط همین دو حالت رو داره، یعنی نشون میدم گزینه 3 درسته، فقط دو حالت، دو تا زوج مرتب داره. پس من هدفم اینه که ثابت کنم اگر میخواید هم پی اول باشه هم کیو اول باشه هم این عبارت عدد اول بشه، باید پی و کیو عددهای 2 و 3 باشن، حالت دیگه ای ندارید. چطور به اونجا میرسم؟ خب بیاید شروع کنیم. ببینید بچه ها، قرار پی عدد اول باشه، قرار کیو عدد اول باشه. عددهای اول یکیشون زوجه 2، یکیشون عدد 2ه که زوجه، بقیه شون دیگه 3, 5, 7, 11, 13 بقیهشون زوج نیستن. خیلی خوب،
بعضی از بچه ها اشتباه میکنن اینجا، میگن مثلا و اگر بگم بقیهشون فردن، بعضی بچه اشتباه میفهمن، فکر میکنن من میگیم که فردها اولن. فردها اول نیستن، اولها فردن از اینجا به بعد. مثلا عدد 9 هم فرده ولی عدد اول نیست، به سه بخش پذیره. به حال اعداد اول فقط یکیشون زوجه، بقیهشون فردن. حالا من میخوام که علاوه بر اینکه پ و کیو از این مجموعه میان، میخوام این عبارت، این عبارت هم عدد اول بشه. خب اگر پ و کیو هر دوتا دو باشن، هم پ دو باشه هم کیو دو باشه، خب معلومه که این عدد به دو بخش پذیر میشه. پس این حالت خوب نیست، نباید پ و کیو هر دوتا رو دو بگیریم، چون اون وقت این عدد میشه 4 به علاوه 4 به علاوه 4، دیگه عدد اول نمیشه، یه عدد مثلا میشه 12، عدد اول نیست، به سه بخش پذیره بچه. خب این که از این، پس هر دو نمیتونن دو باشن. هر دو مخالف دو باشن چطور؟ اصلا از دو استفاده نکنیم، پی یه عدد یکی از اینا باشه، کیو هم یکی از اینا باشه. خب اگر اینطوری باشه، پ یه عدد فرده، اون وقت پ به توان دو هم عدد فرد میشه. ببینید عدد فرد، ضرب در عدد فرد میشه عدد فرد. اگر پ یکی از اینا باشه، کیو هم یکی از اینا باشه، پی به توان دو فرد میشه، کیو به توان دو هم فرد میشه، مجموع دو تا عدد فرد زوج میشه. با 4 جمعشون بزنیم، در نهایت یه عدد زوج به دست میاد و به دو بخش پذیر میشه و ما اینو نمیخوایم. بنابراین مثلا اگر پی رو بگیرید 3، کی رو بگیرید 5، خیلی سریع متوجه میشید که اونی که میخواید اتفاق نمیفته. 25 به علاوه 9 یه عدد زوجی میشه، با 4 جمع میشه، در نهایت یه عدد زوجی به دست میاد که به دو بخش پذیره و عدد اول نیست. بنابراین ما فهمیدیم که پ و کیو نباید هر دوتا دو باشن، نباید هر دوتا مخالف دو باشن. پس میمونه چه حالتی؟ باید یکیشون دو باشه، یکیشون مخالف دو باشه. این تا اینجای کار. پس یکیشون دو، یکیشون بزرگتر از دو. پس مثلا فرض کنید که پی دو باشه و یا کیو دو باشه و پی باید یه عددی باشه فرد، عدد اول فرد. پس یکیشون باید عدد دو باشه، حالا یا پ یا کیو، یکیشون باید دو باشه و دیگری باید از مجموعه 3 و 5 و 7 و 11 و الی آخر بیاد، یه عدد اول فرد باشه. بسیار خوب، حالا اینجا من ثابت میکنم که پی مجبور 3 باشه، مجبور 3 باشه. چطور ثابت میکنم؟ میگم اگر پی رو به 3 تقسیم کنید، پی عدد اوله دیگه، اگر پی رو به 3 تقسیم کنید 3 حالت داره، یا میشه سکا، یا میشه سکا به اضافه 1، یا میشه سکا به اضافه 2. من که میگم پی مساوی 3 درسته. اگر شما میگید نه پی میتونه عدد دیگه ای هم باشه، میگم خیلی خوب، اگر پی 3 نباشه، یکی از اینا باشه، وقتی به 3 تقسیمش میکنم یا میشه سکا به اضافه 1 یا میشه سکا به اضافه 2، چون اینا عددهای اولن به 3 که بخش پذیر نیستن، که اینا، این مجموعه اینا به 3 بخش پذیر نیستن. بنابراین اگر به 3 تقسیمشون کنید، یا سکا به اضافه 1ن یا سکا به اضافه 2ن، از این دو حالت خارج نیست. کیو هم که 2ه، ثابت میکنم که در چه سکا به اضافه 1 باشه چه سکا به اضافه 2 باشه، اون عدد 2 به توان 2، پی به توان 2، کیو به توان 2 عدد اول نمیشه. ببینید اگر پی سکا به اضافه 1 باشه، اون وقت 2 به توان 2 به علاوه کیو به توان 2 به علاوه پی به توان 2 میشه 2 به توان 2 که 4، کیو هم که 2 گرفتیدش میشه 4، پی به توان 2 هم یعنی سکای به اضافه 1 به توان 2. اگر از اتحاد استفاده کنید میشه اولی به توان 2 به علاوه 2 برابر اولی در دومی 6 به علاوه دومی به توان 2 1. خب حالا اینا رو با 8 جمع بزنید، با 4 به اضافه 4 رو با این جمع بزنید، ما
متوجه میشید که 9 تا کادو به دست میاد، 6 تا کا به دست میاد و 9 به دست میاد، 4 به اضافه 4 به اضافه 1. خب این که به 3 بخش پذیر شد، که یعنی در این حالت این عدد مضرب 3 شد. قرار بود عدد اول بشه، که چی شد؟ چرا مضرب 3 شد؟ این الان یک عدد مضرب 3 بزرگ، خیلی بزرگه، یعنی 8 به اضافه 1 رو که داره، 9 از 9 بزرگتره، بعد به 3 هم بخش پذیره. خب این که عدد اول نمیشه در این حالت، پس این حالت قابل قبول نیست. برای 3 کا به اضافه 2 هم دقیقا دوباره همین مشکل پیش میاد. اگر پی 3 کا به اضافه 2 باشه، دوباره حساب که میکنید این عبارت رو، دوباره 9 تا کا 2 12 تا کا 4 به علاوه 8 هم 12، همشون به 3 بخش پذیرن. یعنی اینجا مضرب 3 میشه، اینجا مضرب 3 میشه و مضرب 3 بزرگ، یعنی عدد غیر اول قطعا. بنابراین تنها حالتی که هم پی اول باشه، هم کیو اول باشه، هم 2 به توان 2، کیو به توان 2، پی به توان 2 عدد اول باشه، اینه که یکی از اینا رو عدد 2 بگیریم و دیگری رو فقط میتونیم 3 بگیریم. حالا دو تا جواب به دست بیاد، 2 و 3، یکی هم 3 و 2، یکیشو 2 بگیری یکیش 3، یکیشو 3 بگیری یکیش 2، ببین دو تا جواب داره، دو تا زوج مرتب داره. بریم مسئله بعدی. درباره شبکه میدونید، شبکه یک مجموعه جزءا مرتبه که هر دو عضوش دارای سوپریموم باشن، دارای اینفیموم باشن و ماکسیموم داشته باشه، مینیموم داشته باشه. شبکه های نامتناهی میتونن ماکسیموم مینیموم نداشته باشن، ولی شبکه متناهی حتما باید ماکسیموم مینیموم داشته باشه. ببینید یه شبکه نامتناهی چون تا بی نهایت ادامه داره، اشکالی نداره که ماکسیموم نداشته باشه، ولی هر دوتا عضوش سوپریموم دارن، هر دوتا عضوش اینفیموم دارن، اشکال نداره. خب ولی شبکه متناهی حتما باید یک بزرگترین عضو داشته باشه و یک کوچکترین عضو داشته باشه. پس جمله الف درسته، هرچند در کلید اولیه جمله الف رو نادرست گرفته بود و با این استدلال که ممکنه تکوزی باشه. متا حتی اگر شبکه ما تکوزی هم باشه، بازم ماکسیموم داره همین عضو و مینیموم داره همین عضو. متا ماکسیموم و مینیمومش با هم برابر شدن، این که اشکال نداره که، ولی ماکسیموم داره، مینیموم هم داره به هر حال. پس جمله الف جمله درستیه، حداقل یک عضو ماکسیموم دارد و حداقل یک عضو مینیموم دارد. متا مراقب باشید که ماکسیموم و مینیموم ممکنه یکی بشن، ممکنه با هم برابر بشن، اشکال نداره. جمله الف درسته، اینطوری که اینجا نوشته شده درسته. اگر گفته بود که حداقل یک عضو ماکسیموم و یک عضو مینیموم مخالف آن دارد، اون وقت جمله نادرستی میشد. خب اما درباره ب، به درباره اینکه در شبکه های کراندار هر عضوی حتما متمم داره، نه، ما خیلی شبکه ها داریم که درش عناصر متمم ندارن. مثلا همونطور که میدونید در یک شبکه نردبونی این مینیموم باشه 0، این ماکسیموم باشه 1. همونطور که میدونید متمم آ، مثلا آ، متمم آ عددیه که سوپریمومش وقتی سوپریموم میگیریم 1 به دست بیاد، وقتی اینفیموم میگیریم 0 به دست بیاد. متمم آ در زنجیری که آ درش قرار داره نمیتونه قرار داشته باشه. متمم یا مثلا این زنجیریه که آ درش شرکت داره، متمم آ در اون زنجیر قرار نداره. مثلا وای متمم آ هست، الان وای و آ رو با هم جمع بزنید، یعنی سوپریموم بگیرید از وای و آ، به سمت بالا اگر بدید اینجا به هم میرسن، یعنی جمعشون میشه 1. اگر به سمت پایین بیایید اونجا با هم ملاقات کنن، تو 0 به هم میرسن، زودتر از اون به هم نمیرسن. وای مکمل آ هست، درست آ مکمل داره و، اما مثلا عنصر x مکمل نداره، مکمل x روی این زنجیر نمیتونه باشه، روی این زنجیرم نمیتونه باشه، مکمل x نمیتونه در زنجیری که x قرار داره قرار داشته باشه، بجز 0 و 1، به جز 0 و 1 که مکمل همن و در یه زنجیر هم قرار دارن، بقیه عناصر نمیتونن با مکمل خودشون در یه زنجیر باشن، نمیتونن با مکمل خودشون رابطه داشته باشن،
به جز 0 و 1. x الان مکمل نداره، y نمیتونه مکمل x باشه. اگر اسم این عنصر رو من b بذارم، ببینید آیا y و x مکمل همن؟ جمعشون باید بشه 1، ضربشون باید بشه 0 اگر قرار مکمل هم باشن. جمع یعنی همون سوپریموم. جمع x و y بله تو قله به هم میرسن، یعنی جمع x با y میشه 1، اما ضربشون نمیشه 0، ضربشون میشه b. پس y مکمل x نیست، x مکمل نداره. و لازمم نبود اینقدر وقت بذارم، ما میدونیم که در خیلی از شبکه ها عناصر مکمل ندارن. پس جمله الف و جمله ب، الف درسته و ب نادرسته. فقط الف یه توضیح داره که ممکنه ماکسیموم و مینیموم یه عضو باشن. خیلی خب، بریم سوال آخر. سوال آخر تکراریه. ببینید بچه ها، اولا گفته اعداد حد اکثر n رقمی. میدونید ما در این مورد خود وسواس داریم. اگر به من بگی عدد سه رقمی، من میگم عدد سه رقمی چیزیه به شکل مثلا x1, x2, x3 که x1ش حق نداره صفر باشه، چون میگه عدد سه رقمی x1 حق نداره صفر باشه. اما اگر به من بگی عدد حد اکثر سه رقمی، حد اکثر سه رقمی، میگم خیلی خوب، یه رشته به طول سه هست دیگه، x1 میتونه صفر باشه، اشکال نداره، چون عدد حد اکثر سه رقمی میگی. حالا اینجا وقتی به شما میگه عدد حد اکثر n رقمی، میتونید بگید خیلی خوب، یعنی رشته به طول n. ما تعداد رشته های به طول n رو میخوایم در مبنای 5 باشن، یعنی رشته های به طول n بعد در مبنای 5، یعنی هر کدوم از این رقماش میتونن 0, 1, 2, 3 و 4 باشن، هر کدوم از رقما، و تعداد فلان رقمش زوج باشه، تعداد رقمای یکش زوج باشه، یا تعداد صفرها زوج باشه، یا تعداد پنجها زوج، یا تعداد صفرها فرد باشه، فرق نمیکنه. هر وقت این مسئله تکراریه برامون دیگه، قبلا بارها با این مسئله برخورد کردید. تعداد رشته های به طول n در مبنای p که قرار است تعداد فلان رقمش زوج باشه یا تعداد فلان رقمش فرد باشه، رابطه بازگشتی برای تعداد چنین رشته های این رابطه است: مبنا به توان n منهای 1 به علاوه n منهای 2، ببخشید اینجا p منهای 2 منظورمه، p منهای 2 در آن منهای 1. پس در مبنای پی وقتی که در حل میکنید مسئله رو، این رابطه بازگشتی به دست میاد. ما الان در مبنای 5 هستیم، تعداد رشته های به طول n معتبر میشه 5 به توان n منهای 1 به علاوه 5 منهای 2، یعنی 3 تا an منهای 1 و گزینه 1 درسته. در توضیح اثباتش هم اگه خواستی، اگه یادتون رفته این مثال معروف، این بود که میگفتیم چون هر خونه ای پی تا انتخاب داره، میتونه 0, 1, 2 تا پی باشه. حالا بذارید من برای مبنای 5 توضیح بدم. هر خونه ای میتونه 0, 1 تا 4 باشه، یعنی 5 تا انتخاب داره. تعداد کل رشته های به طول n منهای 1 5 به توان n منهای 1، کل رشته ها. این کل رشته ها دو دستن، بعضی هاشون معتبرن، بعضی هاشون نامعتبرن. بقیه شون، یعنی 5 به توان n منهای 1 منهای an منهای 1، اینجا بله درست شد. پس بعضی هاشون معتبرن که ما بهشون میگیم an منهای 1، یعنی معتبرهای به طول n منهای 1، و بقیه شون نامعتبرن. بقیه شون یعنی از تعداد کل رشته ها معتبرها رو بردار، نامعتبرها میمونن. خیلی خوب، حالا نکته اینجاست که اگر به من یک رشته به طول n منهای 1 بدی، من با کمک این رشته به طول n منهای 1 چند تا رشته معتبر با طول n میتونم بسازم. خب دو حالت داره، پس حالا اینا رو دیگه اینا رو فهم دارم. شما این تعداد معتبر هاست، این تعداد نامعتبر ها به طول n منهای 1. خب اگر معتبر باشه رشته قبلی،
معتبر یعنی تعداد مثلا یک هاش زوج بوده. مثلا در این رشته تعداد یک ها زوج بوده، مثلا یک دو سه چهار تا دونه یک داشته، بعد دیگه یک نداره، بقیهش مثلا عددهای دیگه ای بوده. اگر تعداد یک ها زوج بوده یعنی معتبر بوده رشته شما، من در این خونه جدید هر رقمی بجز یک رو میتونم استفاده کنم. اینجا میتونم صفر استفاده کنم، دو استفاده کنم، هر رقمی بجز یک، تا در کل معتبر باقی بمونه، تعداد یک ها زوج باقی بمونه. هر رقمی یعنی از پنج تا رقم یه دونش رو حق ندارم استفاده کنم. پس هر کدوم از اینها تبدیل به چهار تا رشته جدید میشن، یعنی رشته معتبر به طول N چهار تا آینه منها یکه به علاویه. خب حالا بریم سراغ نامعتبرها. اگر رشته به طول N منها یکمون نامعتبر باشه، نامعتبر یعنی مثلا اینا تعدادشون اینه، تعداد نامعتبرها اینه، مثلا تعداد یک هاش فرده، مثلا سه تا دونه یک داره. خب حالا اگر من بخوام این رشته نامعتبر به طول N منها یک رو تبدیل کنم به رشته معتبر به طول N، باید کاری کنم که تعداد یک ها زوج بشه دیگه. اینجا مجبورم یک بذارم تا تعداد یک ها زوج بشه، یعنی فقط یه انتخاب دارم، هر کدوم از اینها تبدیل به یک رشته جدید میشن، یک ضرب در نامعتبرها. اینه که این دوتا رو که با هم جمع میزنید جواب سوال به دست میاد. چهار تا آینه منها یک، منهای آینه منها یک میشه سه تا آینه منها یک، به علاوه پنج به توان N منهای یک، و میرسید به همین فرمولی که اینجا خدمتون عرض کردم. بسیار خوب دوستان عزیزم، موفق و پیروز باشید انشالله.